دیگه از دلایلی که گفتیم گذاشتن انجیوتیوب داره آسپیراسیون شیره معده هست. آسپیراسیون شیره معده تو چه کسایی انجام میشه؟ توی کسانی که بار دستگاه گوارششون زیاد هست، یعنی اینها مرتب حالتهای تهوع استفراغ دارن. میبینی که اینقدر این حالتها شدیده که میتونه برای بیمار آزاردهنده باشه و یا ممکنه حتی یک بیماری باشه که جراحی شده، بعد از جراحی این حالت براش افتاده و میبینیم این حالتهای تهوع و استفراغ خیلی شدید میتونه حتی باعث فشار به ناحیه جراحیش بشه و باید حتما ما یک راهی رو در نظر بگیریم که بتونه این بار دستگاه گوارشش رو کم بکنه. اون روشی که در نظر گرفته میشه استفاده از چی هست؟ از آسپیراسیون شیره معده. از سرنگ‌های شستی که نوک شیپوری دارن استفاده میشه. به این صورت که تا میشه کلمپ میشه. سر این چفت میشه، تا باز میشه، کلمپ باز میشه. دستور آسپیراسیون شیره معده رو پزشک تعیین میکنه. مثلا می‌نویسن که به صورت متناوب انجام بشه، هر 2 ساعت، هر 3 ساعت. اگه به صورت متناوب هر 2 یا 3 ساعت باشه، ما میایم مثلا فرض کنیم ساعت 12 ظهر اینو که وصل کردیم میکشم. تا میکنم، کلمپ میکنم، اینو جدا میکنم، اینو وصل میکنم. اینو هواگیری میکنم، حجم رو یاد داشت میکنم، میریزم دور و میرم ساعت 2 دوباره میام همین کار رو انجام میدم. یعنی دوباره ساعت 2 همین کار رو دوباره انجام میدم، ساعت 4، ساعت 6 و هر 2 ساعت میام یک حجمی از این شیره معده رو میکشم، هواگیری میکنم، حجمش رو یاد داشت میکنم و میریزم دور. و اینو توی برگه آی آی بیمار یا اینتک آوت فود یا برگه جذب دفع مایعات بیمار یاد داشت میکنم. اما یه روش دیگه متناوب استفاده از ساکشن هست. زمانی که از ساکشن میخوایم استفاده بکنیم، بهتر استش که یک رابط داشته باشیم. برای همین کلم میکنیم، تا میکنیم و این رابط رو به این صورت استفاده میکنیم. ساکشن چیه؟ دستور مکنده است. ساکشن ها ممکنه بالای سر بیمار برای هر بیماری داشته باشیم یا مثل نوع پورتابلش باشه. نوع پورتابلش الان این میبینیم 2 تا شیشه داره. هر شیشه میتونه فقط برای یک بیمار در یک زمان استفاده بشه و ما نمیتونیم از یک شیشه در یک زمان برای 2 بیمار استفاده کنیم. بعد میایم این قسمت رو وارد این میکنیم. میتونیم برای اطمینان اینجا رو هم چسب بزنیم. حتی میتونیم اینجا رو چسب هم بزنیم. خب. یا با دستمون نگه داریم. بعد میایم شروع میکنیم ساعت مثلا هر 2 ساعت. ساعت 12 یه بار ساکشن روشن میکنیم، 2 یه بار روشن میکنیم، 4 یه بار، 6 یه بار. ولی نکته خیلی مهم در مورد ساکشن اینه که در هر نوبت بیشتر 10 تا 15 ثانیه نباید روشن باشه، وگرنه کلیه مخاط رو به درون خودش میکشه. بنابراین در زمان کار با ساکشن شما به هیچ وجه نباید بیمار رو ترک کنید، نباید با کسی صحبت کنید، نباید سر خودتون رو به کار دیگه گرم بکنید، موبایلتون رو نگاه نمی‌کنید. پس بنابراین فقط میشمرید. دستتون رو می‌ذارید روی دکمه، اینو روشن می‌کنید و میشمرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. و بلافاصله دستگاه رو خاموش میکنید. باید در مثلا ساعت 12 که این کار رو انجام دادین، میخواییم برین 2 بیاین انجام بدین، توی این فاصله بهتر ساکشن رو از بر بکشین یا رابطش رو جدا کنین. چون ممکنه یعنی یک فردی بیاد داخل اتاق و متوجه نباشه و این دکمه رو بزنه و برای بیمار مشکل درست بشه. یه روش دیگه آسپیراسیون هم آسپیراسیون مداومه. آسپیراسیون مداوم یعنی چی؟ یعنی این. یعنی همین که این به چی وصل باشه؟ به یورین بک وصل باشه، کلمپ باز باشه، کنار بیمار. این میشه آسپیراسیون مداوم. پس آسپیراسیون مداوم همون حالت عادیشه و آسپیراسیون متناوب یا به وسیله سرنگ‌های شستی هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هر انجام میشه، حجم یاد داشت میشه و یا هم که به صورت چیه با ساکشن هستش.